به به دوباره آمد فصل بهاری، بلبل چقدر میخواند با بیقراری، چقدر قشنگ و زیباست آینه و شمدون، سی سما سکه سنگل قرمه فسنجون. به فیردا ای دامده دوباره شادی و خنده، لفتن نشه فراموش عیدی بنده، لفتن نشه فراموش عیدی بنده. الان میگن میآید یک دسته مهمان، شیرنی اینجا، آجیل اونجا، میده فراوان، مچیه مهمونه دیگه، خوشمزده و شیرین و آبدار و تازه، دیگه طاقت نداره دستم درازه، آخ دهنم آب افتاد دلم به تاپ تاپ افتاد، آخ دهنم آب افتاد دلم به تاپ تاپ افتاد، دلم به تاپ تاپ افتاد آمد بهاران، سال جدید رسیده خوشحال و خندان، سال جدید رسیده خوشحال و خندان. سالتون مبارک باشه، عید شما مبارک باشه. تولد عید شما مبارک، تولد عید شما مبارک، تولد عید شما مبارک، تولد عید شما مبارک، عید شما مبارک. مگه چیه عید دیگه؟ شاد باشی. به نام خدا بچه ها سلام، خوبین، خوشین، سلامتین، خیلی خوشحالیم در خدمتتون هستیم. آخ از تنهایی. بعضیا تنها، اما نه اونایی که مثلا اطرافیانشون رفتن تنها شدن، اونا رو نمیگن. بعضیا تنها چون بلد نیستن با کسی دوست بشن. برای دوست شدن یه راههایی وجود داره. مثلا دو نفر که غریبه هستن، اگه جایی مثلا توی مطب، مثلا دکتر، توی یه پارکی، توی جایی، حالا هر کجا، مدرسه، هر کجا میخوان با هم دوست بشن، باید با یه چیزایی شروع بکنم به صحبت که میخوایم بدونیم اونا چیا هست، راجع به چی بدونیم اینو باید تمیزش بکنیم یا بدونیمشون مثلا همین گابی دو جیگر که خیلی با هم دوستن، شما دفعه اولی که با هم آشنا شدین چه جوری با هم آشنا شدین، کی حرف زد، کی چی کار کرد، اونا رو برای ما بگید. دفعه اولی که ما با هم آشنا شدیم شما دو نفر، آره، کی حرف زد؟ این آره، کی اول حرف زد، چی گفت؟ این چیه؟ یادم نمیاد دفعه اول کی حرف زد، کی چی گفت. یعنی چی یادم نمیاد؟ چیزی نبود، بالاخره اولین باری که شما با هم حرف زدید یه کسی حرف زده دیگه. شما با هم دیگه اولین باری که هم دیگه رو دیدین کی بوده؟ من میدونم اولین باری که ما همو دیدیم کی حرف زد، کی چی گفت و اینا، خب یادم نمیاد. نه خودتون کی با هم حرف زدید؟ میدونم دیگه، خودمون، یعنی خودمون با هم حرف زدیم. آفر. کی حرف زد، چی گفت، خب یادم نمیاد. عجیبه. چرا میگی یادمه؟ شما چی یادت نمیاد؟ مگه میشاخه کسی ندونه دفعه اول با کی یه چی چی بوده؟ این دهوه چیز از جه که من چیزی نگفتم. خب چی؟ یادت نمیاد؟ ها من گفتم سلام، این اول شروع کرده یهو گفته سلام. نه گفتم سلام اولاغ. این تو اگه اینو گفته بودی که من میدونستم با چیکار بکنم. گفتی دیگه، بعد مگه نگفتی؟ گفتی به این جیگرم. آره جیگرم، جیگرم، جیگرم. جیگره. ها اینجوری آشنا شدیم با هم دیگه. خب این که خوب نیست، این خیلی ناراحت کننده است آدم اینجوری با هم آشنا بشه. اینجوری نبود، بارون میومد. آره یه چیزی بوده. آره بارون میومد، گل بود همه جا، یادمه. بعد این داشت همینجوری خیلی کثیف اینا تو گل داغل زده بود. من گفتم این چه قیافه بدیه که تو داری. خب اصلا همچین چیزی اصلا بارون میومد نبود. من همین اینه دیدم. دیگه بارون میومد.
خب بارون میومد دیگه. بارون میومد و جده رودخونه پر شده بوده نداره لد میشدی. بارون میومد اینجا من گفتم این چرا اینجوری قد کذیفی؟ اصلا من نبودم شهر آقای مجریه دیدی؟ تو نبودی؟ بچه تو برای قیافه ایش آقا تو نبودی؟ بچه ها دعوا نکنید. میخوایم طریق آشناییتون رو بگیم، الان نمیخوایم دعوا را بیفته. اولین بار دیگه هم اولین بار همون دیگه. من میگم اتفاقا بعضی وقتا بعضی ها که با هم دیگه مثلا قهرن یا مثلا از هم جدا شدن، دور شدن از هم دیگه، اینا میتونن یادشون بیفته کی با هم آشنا شدن، چه جوری بوده اولین بار. درسته ایه. اما الان اینو نمیخوام بگم. من چی میخوای؟ الان میخوام بگم که مثلا شما یه بچه‌ای هستی، مثلا میخواین با هم دوست بشین، همدیگر هم نمیشناسین. ها ها. شما مال یه جای دیگه هستی، شما مال یه جای دیگه هستی. مثل همون روزی که من گابیو کنار رودخونه دیدم، بارون میومد گلی بود دیگه. اصلا نمیشناسین دیگه. آره. الان مثلا شما دو تا بچه ای هستین، میخواین با هم آشنا بشین. توی مدرسه، توی یه جای. مثلا پارک، توی یه جای. پارک؟ هر کجا. آره خوب. من یه بچه هستم تو پارک هستم. اینو نمیشناسی. اینو نمیشناسم. شما اینو نمیشناسی. من نمیشناسم. اولین باره میخواین سر صحبت رو باز بکنین، حرف بزنید. ما اولین پارک هستم، الان من اینو نمیشناسم تو پارک. آفرین تو پارک. آره حالا میخوایم ما هم حرف بزنیم. چه پارکی. آفرین. میبینید ببینم. چه علاقی؟ ببین جیگرم. جیگرم اینو تو میفهمی؟ آقایی گو من تو رو نمیشتستم، گفتم جیگر کنم نمیشتستم دیگه. بچه من جیگرم، اصلا نه من نشانسی، من جیگرم دیگه. بچه ها الان مثلا ما با هم روی صندلی نشستیم توی پارکی، شما میخواییم با من آشنا بشید، منو نمیشناسی. الان من بس تو رو میشناسم، شما رو نمیشناسم. اونم نمیشناسی. آره هم شما رو نمیشناسم، هم اون رو نمیشناسم. ما اصلا هم دیگر رو نمیشناسیم. آره بریم. عجب پارکیه، چقدر قشنگ اینجا ها رو درست کردن. میبینید برای بچه ها چه فضای خوبی درست کردن، بازی میکنن. جالب نیست؟ کو؟ جالب نیست؟ چی؟ این مثلا این محبته که دارن بازی میکنن بچه ها. کو؟ بچه مثلا علکیه. واقعا که نیستش که. جالب نیست؟ این گلا رو چقدر خوب درست کردن. شما چی میگی؟ چه گلایی؟ آفرین. آقا میای این گلا رو با هم بخوریم؟ نه فکر افتاری شدین. الان اصلا توی مثلا یه جای دیگه هستیم. کجا هستیم؟ پارکو ولش کنین. توی مثلا یه اتوبوسی نشستیم داریم می. اتوبوس باشه. دوست دارم. خیلی تون نمیره ماشین؟ نه خوبه خوبه. بلند میشه از این صندلی مرکم؟ بفرمایید ببخشید. من میخوام برم الان اینجا کنار شیشه بشینم. شیشه بزنم. دوست عزیز میای این ور من برم کنار شیشه بشینم؟ نه من همینجا دوست دارم، دارم نگاهی میکنم. چی رو نگاه میکنی؟ خب من میخوام نگاه کنم، شما بیا این ور من برم کنار شیشه بشینم. خب من اینجا جای منه، من اینجا نشستم نمیخوام شما بیای. آقا یه دو دقیقه من میخوام کنار شیشه بشم، چی ازت کم میشه؟ آقا من نمیخوام این صندل منه، من این روه صندلی به اسم تو نداشتن. بیا این ور من میخوام کنار شیشه بشینم. نه برو این ور. بیا این ور من میخوام کنار شیشه بشینم. میگم بیا این ور میگم صندل منه، من میخوام کنار شیشه بشینم. گوشای درازت بچه‌ت به من میگی؟ جگرم. خواهی مجید نگاه این میگه ها. من میخوام شیشه بیرون نگاه کنم. بچه ها اصلا شیشه وجود نداره اینجا. خواهی مجید اینی نمیبینی شیشه اونا ها، نگاه کن. بچه ها به من نگاه کنین. مثلا بود علکی. میدونم مثلا بود، میفهم. من میخوام بیرون رو ببینم. برو 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 شما برو واسه بجا. نمیشه که وقتی اتوبوس انو وان نشده پیاده شیم که ما بریم که. اتوبوس داریم. وای راهنده نگران، این میخواد پیاده شه. نه اتفاقا الان این میخواد پیاده شه. من پیاده باشم. من اتوبوس همین که داره نمیره، من از این شیشه کنار نمیرم. میبینی که وقتی بیه وایساد انداختمش پایین میفهمی که. باشه او چرا با کنار شیشه دیده. لقد بنداز بیرون. میبینن؟ من میزنم. روی کنار آقای مجی بره کنار این بره پایین. بره پایین بینم. بیا برو من میخواد کنار شیشه بشیم. طریقه آشنایی رو نتونستیم توضیح بدیم براتون. طریقه آشنایی خیلی سخته. معمولا
جالب نیست یا اجازه باشه یه وقت دیگه برای شما صحبت میکنیم وقتی که اینا دیگه این حرف رو نمیشه. طریقه آشنایی خیلی ساده است. میشینیم راجمون جایی که هستیم نگاه میکنیم، میتونیم بگیم مثلا اگه تو مثلا مطب دکتر هستی میتونیم بپرسیم که سلام علیکم این دکتر خوبه مثلا شما بله سلام علیکم. خیلی کم پیدا شدی یا بلا خیلی کم پیدا شدی نیستی اصلا اما یه ماشی بدی بیدی با دلم تنگ شد دلم قبط گیره بود مخلصیم. وای 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 من وای 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 من دارم به بچه ها میگم که چه جوری میتونن برن دوست پیدا بکنن. چقدر قشنگ چقدر قشنگ. آره یه وقتی مثلا میری تو کوچه میری تو خیابون یه کسیه میخوای باهاش دوست بشی چه جوری چه صحبتی بکنیم باهاش؟ با یه فرد غریبه مثلا آدم چجوری آشنا میشه؟ آره مثلا همسایه چجوری مثلا آشنا میشه؟ مثلا همسایه شما مثلا من میتونم با همسایه روبرومون چجوری آشنا شده؟ بله بله اینا رو میخوام بگیم. من در واس کردم اون هم در واس کرد او لغت گذاشت تو کلیه من من در بس و هم در بس. خب این که آشنایی نیستش که نیست آشنایی نیست. نه چجوری سر صحبت باز شده؟ باز نشد سر صحبت با لغت نه هیچی. من در باز کردم او هم در باز کرد با لغت گذاشت تو کلیه چپ من من در بس و هم در بس. با دعوا شروع یعنی ما برای دوستی اول یه نفری رو باش دعوا بکنیم؟ نه آقای چه حرفی است مرد حسابی حرفا چیست یاد بچه مردم بیدی؟ خب پس میگم دعوا چیست؟ شما یه نمونه بگو که خوب بوده مثلا دوست داشتین. خب یه نمونه بگم برای تو خوب باشه قشنگ صحبت کردین. آقا ما به هر حال به سن ازدواج هم رسیده بودیم یکی از آشنایی های اصلی بشر همی هست. ما تو پارک نشسته بودیم توی پارکی یه خانومی هم تو پارک رو نیمکت کنار ما نشسته بود. بله احساس کردم ما با هم همکف هستیم باید ازدواج بکنیم. بله به هم بودم سر صحبت قشنگ باز بکنم به هوا نگاه کردم دیدم قشنگ ابرها تو هوا هستن پرستوها جیک جیک میکنن. گفتم چی؟ عجب هوای خوبی هست مثلا عجب هوا صحبت او هم به هوا نگاه کرد به ابرها نگاه کرد از قضا گردباد کاترینا از رو دریای بالتیک به این پارک و حمله کرد درخت و این پارک تو هوا ریشکن میکرد پرستوها تو هوا قار قار میکردن زد زیر چل دخترو گردباد بردش تو هوا دست فل میزد مار زد زیر چلمون ما دست فل دخترو دست فل ما دست فل دخترو دست فل از او دورو به من گفت گود بای فور ایور منم گفتم فور ایور تو هم حالا که جلو شما هستیم ما فور ایوری ندیدیم رفت که رفت. چطور بود آشناییمون چطور بود؟ نظر شما رابطه آشنایی چی هست؟ خوبه؟ خوبه؟ ولی خوب ندیدی ناخرم نگره که نه نمیدونم الان نمیدونم دست سرنوشت الان این زن کدوم مرد خوشبختی کرده. خود شما با من چجوری آشنا شدین؟ اولین بار آره اولین بار یادتونه با من چجوری آشنا شدین؟ سه ثانیه طول کشی چون من دیدی سه ثانیه طول کشی؟ یعنی چی؟ من رو پشت بام بودم پام ریز خورد افتاده پایین یه دقیقه پشت پنجره شما من دیدی که با پوز رفتم زمین یاد میاد من افتادی من اومدم بالا سر شما نه نه اصلا هیچی هم نمید هیچ اهمیتی ندادی ما با پوز رو زمین یه هفته ما با پوز دم در تو رو زمین بودی. نه من یادمه که ما اولین بار من پای شما رو لگت کردم یاد اینو یادم نه بود دومین بار بود ما با پوز بودیم روز ششم که با پوز دم در شما بودیم شما در واکیدی با پوز راست از او پوز چپ ما رد شدی. آره. اولین بار و قبلی او بود. آره 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 اینو یادمه. آره آره قشنگ بعضی آشنایی و قشنگ هست ولی اجازه بدین دمی از عمیق‌ترین آشنایی بشری برای شما صحبت. این خوبه بله از عشق. بله ما بالاخره جفت خودمونو پیدا کردیم. بله میگن گاهی انسان در یک نگاه عاشق میشه اینو انگاه اصلا از سالها قبل هم دیگر میشناخت. ما تو صورت ای زل زدیم او زل زد ابروش زل زدیم ابروم زل زد زل زدم تو چشاش برق چشاش ما رو گرفت در دریای چشمان ای غرق شدم
میرفتم تو ای دریا غور میکردم. یه متر، دو متر، سه متر، چهار متر، پنج متر، شیش متر ما رفتیم تا دریا. این فشار آب ای دریا به ما فشار میورد. ما نفسمون بالون همین مجبود شده بودیم. سه تا کوسه سفید سرچکشی به ما حمله کردن تو ای دریا. ما رو او زیر جر و جر کردن. این کوسه میخوردن. بوی خون ما تو دریا پخش شد. 14 تا از نهنگای قاتل از اوهر به ما حمله کردن. نهنگ گاز بگیر، کوسه گاز بگیر. کاپیتان وینسنت هوگو استانیسلافسکی از دریا نورد و قدر لنگرش انداخت با این ما به لنگر ای گیر کردیم اومدیم بالو. 11 ما با دزدای دریایی سفر کردیم. 14 تو کیسته طلا در وردیم، سرمایه گذاری کردیم تو بانک با سود 24.5%. یه اضافه شد، اضافه شد. چطور کجا بودم؟ چطور شد؟ اصلا شما قسمت بعد رو ببینید، من در خدمتتون هستم. آخ خواهش میکنم، این مسئله ای دارین بگید. خود شما با من چجوری آشنا، ما چجوری سر صحبت رو باز کردیم اولین بار؟ اولین بار شما داشتی تو کوچه رد میشدی؟ بله. من ببین وسطه بودم. بله بله. حواست نبود، پاتو گذاشت رو پای من. خب اینقدر درد گرفت، اینقدر این پات سنگین هست. میگن مثلا این دستی سنگینه، شما پات سنگین هست. خب من به شما گفتم من معذرت میخوام. نه معذرت خواهی نکردی، رفتی. پس چجوری شما با من حرف زدیم بعدن؟ من التماست میکردم. نه یاده نبیاد، من پایین پاچه شلوارت گرفته بودم، شما من میکشید روی اسفالتو، صورتو میکشید روی اسفالت، تو ول زده و صورتو گفتم جون خودت حداقل بگو ببخشی، تو که پامو لغت کردی یه کلام بگو ببخشی. من افتادم تو جوب، شما رو سوار اتوبوس رو رفت. خیلی آشنایی قشنگی. بله. من که نمیدونم ولی بله. خیلی بعضی آشنایی های جوری هست. هیچ چیزی بهتر از خونه نیست. اصلا میری تو این خیابونا اینقدر شلوغ، ترافیک، ماشین. من نیم چرا ما قشنگ کنار هم رانندگی نمی کنیم تمیز و مرتب؟ دیگه چرا اینجا بایستادی؟ ها؟ راحت هم اینجا خوبی؟ جالبه. خوبی؟ بله خوب هستم. شما خوبی؟ خوبه که خوبی. ببینیم چشه، بعد ببینیم چشه. چی شده؟ من؟ چیزی نشده، اگه اتفاق افتاده، اگه چیزی شده، کسی چیزی گفته؟ شما فکر کردی الان من چیزیمه؟ نه، اینکه پشت تو کردی رو به دیوار وایستادی من یه ذره تعجب کردم. مورچه دیدی؟ نه. و چی؟ نه ایچی آدم دیوار نگاه میکنم. راستی من اگه توهینی به شما میکنم معذرت میخوام. من دوست ندارم بچه وایسه رو به دیوار حرف بزنه. دوست دارم. خوبه اینجوری؟ الان اینجوری خوبه؟ بله اینجوری خوبه؟ بله اینجوری خوبه. بچه باید حرفشو بزنه قشنگ. چرا بری یه گوشه وایسه غصه بخوره؟ غصه نمیخوره بچه، غصه نداره بخوره بچه. واسه چی واسه من غصه بخوره؟ شما خوبی؟ بله من خوبم. همه چی خوب بوده بیرون؟ روز خوبی داشتی؟ نه خیلی. من نمیدونم چرا بد رانندگی میکنیم ما. ایوه. من خودم هم بد رانندگی میکنم، مثلا هر کاری دلم بخواد میکنم. خیلی بده. هر کاری دلت میخواد میکنی؟ خوبه این کار. همه که هر کاری دلشون میخواد میکنه، هرچی دهنشون در میگه به همه میگن؟ مثلا آره. باید آدم حواسش باشه چی میگه، چی کار میکنه، کی هست، کجا هست. همینطوری هر کی هر کاری دلش خواست بکنه نمیشه که. خیلی حالم بده، خیلی حالم بده. ای من فکر کردم قیافت شاده، خوشحالی. نه خوشحال نیستم. کسی اذیتت کرده؟ نه.
مهم نیست. میدونی بزرگترها انقدر دوست دارن بچه ها بگن بهشون مشکلاتشونو، انقدر خوشحال میشن وقتی دست اون بزرگتری که برنی کاری برنی میاد و منزل آه من امروز خب میامن به یکی و مهم نیستن بشم. برو قشنگ یه نفس عمیق بکش قشنگ، برو برو راه برو بدو یه ذره نفس عمیق بکش. اینجا کار کنم حالم خوب میشه؟ یه ذره بدو نفس بکش بدو، من بهت بی خودی که نمیگم به نفته، بدو باشه بدو قشنگ بدو نفس بکش. دویدن بی موقعی بود ولی خوب بود. میبینی بهتر میشه آدم وقتی که خوب بود. مثلا حالش خوب نیست یا عصبانیه میتونه یه ذره تحرک داشته باشه، بره از خونش بیرون اگه تو خونه است، اگه مثلا یه جایی از اونجا بره بیرون یه ذره نفس بکشه. درسته؟ آره. بهتر نیست الان سبکتر نشدی؟ چرا؟ چرا؟ یه بار دیگه هم برو. یه بار دیگه برم؟ آره برو. باشی بودو قشنگ. آفرین آفرین. الان بگم به چی شده؟ بگو. من به یه سوال بپرسم؟ بفرمایید قشنگ. شما اگه احساس کنی یکی یه کمک احتیاج داره خب بهش نمیگی؟ چرا؟ پس میگی. آره چی مثلا؟ تا اینجا کار اشتباهی نکردم ها؟ ها؟ چی مثلا؟ یکی بود خب باز یواش حرف میزنی من نمیفهمم چی میگم. یکی بود خوب. یه خانمه ای بود خب اینجا هستی چیز چیز گرفته بود بیرون خب سیب گرفته بود خب هویج گرفته بود میوه گرفته میوه بوده. گرفته بود خب روغن گرفته بود خب سس گرفته بود همه چی گرفته بود. خب خیلی خوبه. بله بارش زیاد بود. خوش به حالشون بعضی ها همه چی دارن خدا رو شد. بله. بله بارش زیاد بود. بارش زیاد بوده. خب. بله. من دیدم بارش زیاده. بعد بهش گفتم که کمک میخوای؟ گفت نه. خب. خیلی ممنون که تو رفتی به یه نفری گفتین و آفرین. اونم گفته نه. آخه من دیدم خیلی بار زیاده، خیلی بار زیاده. خب میدونم گفته نه دیگه. آخه من باز بهش گفتم کمک میخوای؟ خب گفت نه. خب بهت گفته نه دیگه، بعد بگی باشه باشه چون داشتی کمک میکردی. گفت من گفتم بهش باشه، بعد رفتم دورتر دیدم خیلی بار زیاده، خیلی بار زیاده. خب بعد رفتم جلو گفتم کمک میخوای خب بگو، گفت نه. خب نمیخواست کمک نمیخواست، شاید مثلا شوهرش میومده. خب بارش زیاد بود، من میفهمم میفهمم بارش زیاد بود، داشت رو دروازی میکرد. خب چی شد آخر سر چی شد؟ من گفتم بره من میخوام کمکت کنم و اینا، بعد اون کشید من کشیدم، اون گفت بهش کن. چی گفت؟ یه چیزی گفت به من دوست نداشتم. یه چی مثلا؟ گفت تو عجب یادش میفتم اعصابم خود میشه. ها بهش یه چیزی گفته که این خوشش نمیاد مثلا اونو بشنوه. من چی؟ آره گفته جیگرم جیگرم. میفهمی دیگه؟ شما بگو کی بوده من برم باش صحبت کنم. همین جه این بالا تو ساختمون ما. آره آره تو ساختمون ما فامیل دو برم. تو ساختمون ما یه نفر یه حرف بدی گفته به جیگر. آقا ما این چیه رودمی؟ جارو اونو نمیگم. تا چی؟ یه رحظه اجازه بده آقای ماهیری، من دیگه باید تکلیف رو اصاره کنم دیگه. آی دکتر آی دکتر جونه من خودم دیدم اتا. بفرمایی دیدم در پنجره وایساده بودی. شما که دکتری چرا آقا؟ برای سلامتی خودت دارم هم میگم. جانم چی شده مگه؟ حداقل اونو خاموش کن پرت کن زمین. اومدی و من داشتم میرفتم دستگیری افتاد فرق سر من. خود شما بخواد کره منو جراحی پلاستیک بکنی؟ چقدر میگیری؟ بله آقا بسیار خوب چش ببخشید. ببخشید. من نمیدونم آقا ما اینجا حیات یا زباردونیه؟ همسایگان محترم؟ خب
اینجا حیات مشا یا صدر آشغال مشا. حالا داد نزنید، بعضی چیز خوبی نیست. امیر ببین من چقدر اینجا پیرتر سیگار جمع کردم. دکتر خوبه، اینا یه ذره چیز میریزن بچه دارن. این بالایه آقای دکتر این نیست؟ اون که اصلا بنده خدا دکتر نیستش. آقای مهیر اون دفعه مهمون داشت، ما در پنجره وایساده بودن، شب بود، بعد نشونگیری میکردن اینجوری، انگوشتشون اینجوری کرده بود دینگ، ببینید میخندیدن، ببین بیفته اون تو خواستم همون آقای دکتر. دکتر نیست اون، اصلا بی خودی نگو اون دکتر، اون دکتر به قیافه چه بهش میگن دکتر اگه دکتر نیست؟ نمیدونم، نمیدونم کی به گفته دکتر، فکر نمی کنم دکتر، نمیدونم، شاید من نمیدونم سفره جو غیبت، غیبت به من شما حداقل من الان که دیگه صدام بردم بارا آبروم رفت بذار به همه رو یه تکلیف رو یه سره کنیم دیگه. ببین فامیل دور، یکی تو این ساختمون به جیگر یه چیزی گفته که ناراحت شده. میتونی بفهمی کی بوده؟ کی حرفو زده؟ یه خانومی بوده اینجا بود. تو همین ساختمون خود. البته من خانم‌ها رو زیاد نگاه نمی‌کنم آقا امیر، خودت می‌دونی که. ولی به من بگو مشخصاتش چجوری بود؟ چجوری بوده؟ جیگر همونی که زیاد خرید میکنه، اون چیز میپوشه هر روز، پاشنه داره میپوشه، تلق تلق پاشنه داره میپوشه بگه؟ خانم آقا مهندس رو بگه همونی. حالا چیزی نگی بهش بذار هم بگم دیگه. نه 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 چیزی بهش آقا ما این صفرهش هم میاد تو حیات میتکنه، هم باراب میتکنه صفره رو پایین هرچی نه آشخار میگم. آره صفره مگه خورده نون فقط بود؟ من مشکلی نداشتم دیگه. پوست پیاز کبابو که نه پرت کنه بخوره زمین که اینجا گوجه که به درد من نمیخوره اینجا. خب حالا یه بذار من صداش کنم. خانم مهندس باشه 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 باشه. من زن دوست دارم به خاطر این چیزی که یه فکر کنی من نه من اسمی چیزی گفتم یه نیا چیز شدم. نه من من خودم با خودم مسئله خودم رو حل میکنم. این مسائل همسایگی هم خیلی جالبه. بذارم میاد جالبه. خانم مهندس ببخشید. خودشی همینه. بچم خوابه. سلام علیکم. سال نوتون مبارک. صد سال به این سالها. هر روزتان نورو. نوروزتان بیار. ببخشید من مزاحم شدم. بفرمایید. من میخواستم بپرسم که شما این خورده نونا رو احتیاج ندارید که تو حیات ما میریزی؟ حتما احتیاج ندارم که میریزم دیگه. برا. بعد پوشک بچه رو چطور؟ اونم احتیاج نداری؟ نه ایشون که اصلا بچه کوچک ندارن که اشتباه گرفتی. من اشتباه گرفتی. پس کی خوابیده؟ هر کی خوابیده؟ نه نه آقاشونو میگن. بله بله به آقاشو میگه بچه گویی. ببخشید ببخشید شما مرده همه تون بچه اید، فکر کردی بزرگ میشید. سلام برسونی. سلام وزیم ببخش موزم تشون. خانوم من به من میگه بچه موردی هست. نه نه خب این یه چیز اشتباهی شد، خیلی عذرخواهی میکنی مهندس. آخه ایشون دم دروا میسن کیان میخندن. کی میخنده؟ نه نه اشتباه شده. من میام خدمتتون الان. مسائل خصوصی ماست، من نمیفهمم آخه دیگه. آقا مسائل خصوصی. عزیزم بیا تو بلش. شما مسائل خصوصی تو پرت میکنی تو حیات ما. دیگه وقتی که مسائل خصوصی شما پرت میکنی تو حیات ما تبدیل میشه به مسائل عمومی. شما صدا تو بیار پای من برم خانم. عزیزم بیا پای ببینم صدا تو میخوای دوست بیا پای ببینم چی میگی. بیا پای شما ببینم چی میگی. آقای محترم من عذرخواهی میکنم، من عذرخواهی میکنم، میام خدمتتون. آقای مهندس من صدامو نبرم بارا که صدام نمیرسه بارا. بیا من صدام میارم پایین. آه پس این بود داستان دیگه. اینجوری که حل نمیشه که. من خواهم حلش کنم. این درم میاد پایین دیگر دیگر. ببین اینجوری داد بزنیم سر هم دیگه مشکلات همسایگی حل میشه. داد نمیزنم که من خانم چیزی گفت اونجا، من حتی یک کلمه مجرب نزدم. خب هی وقتی اینجا میاد اینجا داد میزنه، خب من هم داد میزنم دیگه. من هم داد میزنم. خب داد زد من میگم مشکل پارکینگ همجا مطرح کنی، علکی جلسه برای چی بذاریم؟ هیچ جایی بگیرم بیا پخش کنی. آقایون همسایه ها حالا که صدای ما رفت بارا همینجا جلسه رو تشکیل میدم. من بعد من ببینم کسی جای آقای مجری پارک کرد. من چهار تا چرخشو پنچر کردم، نیاد به من بگی چرا این کارو کرد. از جانب من حرف نزد. چرا جانب من حرف میزنی؟ بجای حرف بزنه دیگه. شما هم حرف نمیزنی، اونا هم حرف نمیزنن، این مشکل درست میشه. بعد منم نمیتونم داد بزنم، بعد هیچ بدتر میشه. چیه داستان دوباره صداشو انداخته تو سرش؟ نه نه آقای محترم، الان صدا منو شما میشنوی؟ شما قسمت بعد رو ببین. شنیدی؟ فکر نمی‌کنم با این شیوه ما به جایی برسیم. بهتر نیست بشینیم دور هم دیگه مشکلاتو حل بکنیم. شیلیدو بده من برم برای حل یاد بزنم. چیلیدو بده من برم برای حل یاد بزنم. در خورنگی رو قفل کرده. چی شده؟ اوه 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 این داد بزنه!
این نه که تازه عروسی کردن رو بگیری. این کیه؟ با همه دیوونه رو بگیرم. آقا این آداد میزنی؟ این شیشه یه ساسو بگیر بندست تو حیات. بیا نمیخوابش دیگه بیا. آقای محترم شما همونی نبودی که اون دفعه ای با دست گوجه ای ماریده بودی به در پارکینگ؟ آقا من بودم. این کارا چی چقدر صدا میکنید آخه؟ استاد ببخشید خیلی مسخره میکنیم با شما. ببخشید سر و صدا شده. چی میگی تو بابا یه ماشین قرار شما قسمت شما چی داری؟ شما قسمت بعد رو ببینید. من قضا نزنی. شما شما اون کوچه هستی. آقا محترم. من بذارم برم. آقایون اون بر کوچه‌ای. اصلا در حد خیلی خوشحالیم در خدمتتون هستیم. میخوایم درباره دوست داشتن صحبت بکنیم. دوست داشتن خودمون، دوستامون، فامیلمون، خانوادهمون، خونهمون، کوچه‌مون، شهرمون. سر نوروز مبارک. سر سر به این سر. نوروز نوروز. نوروز نو بیروز خوبه. چی شده؟ آقای مهری دستم بتاقه. چی شده؟ کمکم کن آقای مهری. چی ببخشید؟ چی شده؟ آقای مهری آبروی یه پدر درمانده رو از پسری بخر. نذاری آبرو رو بره حراج کنه تو بازار آقای بگیری با حاضر در بره آبرو چی هست؟ چی شده؟ خب به من قشنگ بگو آقا میرو دفتر منو بی اجازه برداشته راه افتاده این ور اون ور من خودم نمیخوام ازش بگیرم نمیخوام که پرده های پدر پسری از بین ما پاره بشه بچه ها دست به دفترچه بانکی نزنید بانکی چی آقای مجری من همه بانکی هم در اختیار خانواده این چه حرفی بذاری آقای مجری چی؟ دفتر خاطرات منو برداشته خب دفترچه خاطرات چیزی داری توش شخصیه؟ نه آقای مهری چیز خاصی توی ندارم من بر براخره یه قرم رو بی هر کس یه قرم رو بی برای خودشی داره که دوست داره اونجا تنها بود خب تو چه پدری هستی با بچه صحبت کن بگیرد دسته نه آقای مهری من میدونم دیگه این پر بخوام با صحبت کنم براخره کتکاری میشه اومدم بگه شما از شما خواهش کنم بدون خون و خون ریزی این دفتر جا رزی بگیر بچه فامیل بیا اینجا ببینم بیا اینجا من بگیرم تمام خیال یعنی واقعا من چجوری تشکر بکنم زنده باش سلام حالت خوبه خب بسته کچلو میتونی همین آقای بگیرم که دفتیشی نداری خب حالا من میخواستم به تو بگم که من یه دفترچه نقاشی خوشگل خریدم نمیدونم به کدوم بچه ها بدم توش نقاشی بکشم به من بده عزیزم به شما بگم کجاست خودت میری برداری برا سانتوس دستت که جا نمیشه اینو بده به من دفتر مو دفتر مو دفتر قدر قدر چی شده؟ دفتر مو بده دیگه و این دفتر خدا نگیری پسرم دفتر خدا و من بگاهم این رو در با گریه کاری درست نمیشه عزیزم آفرین ببین میگه با گریه کاری درست نمیشه بعضی از بچه‌ها خودشو با گریه رو میندازه آفرین بعضی از بچه‌ها با گریه نداره الان گوش بده الان شما برو این دفتر رو بده به بابات که دیگه گریه نکنه پس من چی؟ برای تو میره دفتر منو برمیداره دیگه خوشگله رو آره بده من بهش بدم آره این برای تو گریه نکن پدری جنگ. که گریه میکنه دست شما در نکن اما کجاست میری اتاق کشوی پایینی رو باز میکنی بودو برو دست شما در نکنه یعنی واقعا من چجوری تشکر بکنم مثل اینکه شما این دفترتون رو خیلی دوست دارید آره آقا میر من اینو خیلی دوست دارم آقا بعضی از چیزهاست که بعضی یعنی انگار دنیا رو دوست دارم یه مثلا ای دختر همسره میدونید چرا این دختر همسایه دوست داره بره مدرسه ولی هنوز نرفته آره الان داشتی کجا میرفتی؟ بیشه فرسیزون اومده دنبالم خواهی زبوشا خواف بزنیم سلام برسو چه دختر نازی هستن ایشون برو چه مقنعی خوشگلی داری شما امو پسردایتون خوب هستن؟ برا دوشکشون خوب هستن؟ چی شد دوشک؟ لبتای باقا فسیونان رنگولا پرنده های چوچولو این آقای مجر چیه؟ آقای مجر قرص قرب داری؟
در این قفل داشته. آقا مایری این قفل داشته. آقا مایری این قفل داشته. آقا مایری این درش قفل داشته. قفلش رو کرده. آخ یعنی حتی هر بگفتی با کیری داشته باشه با بیناده. خب بچه خودته، من چیکار کنم آخه؟ بچه آدم با بچهش صحبت میکنه، بهش یاد میده. حالا این دوشکه چی بود؟ دوشکه پسردایی چی؟ دوشکه پسردایی که آقای ایریمون اون نه، اون فکر نکنی من بودم، خاطره نبوده اون. اون یه قصه بود، من این رو نوشته بودم توی تنهایی شبا که برای بچه بعدا تعریف بکنم. خب این قهرمان این قصه یه روز خونه مادر بزرگش اینا رفته بود، وقتی بچه بود ما رو خیلی وقت بیگه تو همه دعوت بودن، شب عید بود همه جا انداخته بودن، شب می‌خواستن بخوابن از این سر اتاق تا اون سر اتاق، همینجوری بغل هم دیگه بغل همه دیگه چیزا ما خوابیده بودن. بعد از قضا این پسر دایی افتاد بغل این قهرمان قصه، مثلا تو، مثلا من. بعدش آقای مجری این که افتاده بود اینجا شب نمیدونم چی شد، آب زیاد خورده بود، هندونه زیاد خورده بود، جاشو خیز کرد. بله بچه‌ها می‌خواد مادر بزرگ این ناراحت نشه، شب جاشو با پسر دایی عوض کرد. صبح که بیدار شد گفتیش که مادر بزرگ پسر دایی جاشو خیز کرده. پس همین از چیز خیلی جالبه. این قصه کوتاهی بود از من. ای گل قرمزی خوبی؟ ای خوبم. چی بود میخندیدی؟ ما داشت خاطره تعریف میکرد، یه قصه داشت تعریف میکرد. نکنه اون بود که ریاضی پنجانین شده بود گذاشته بود زیر فرش و اون نبود. خیلی لی 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 ما میریم بازی کنیم لی لینگ 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 لینگ. این چیه دیگه؟ امیری فکر نکنیم الان من صدام دارم میره عرصه به خاطر پنجانیم. ها ریاضی پنجانیم نشید چیه مگه؟ من ریاضی علاقه ندارم، پنجانیم نوره بدی هم نیست، در پیش شد دو. من چیزی گفتم؟ همال بچه گیاد بود الان چی مهمیه؟ نگرانم قبلش رو نخونده باشن آقای مایری. اینا قبلش چی بوده؟ بگر نکه او پنجانیم چیزی نه، من به خاطر برو چرا نمیشتیم؟ چیه مشکل؟ خب بگو چی بوده این پنجانیم؟ مدرسه برفتیم پنجانیم شدیم. این محرممون زور میکرد. من نبرم قدیما چه رسمی بود محرم ها زور میکردن که باید این برگاه امتحانی رو پدرها امضا کنن. قدیما بعضی جا اینجوری بوده، بعضی جا. آقا مایر من پدرم یه خوره بد اخلاق بود، نمره پایین 12 رو میزد با کمر. اون شما عصبانی بود، کمر بند کلفترم بسته بود. من گفتم فامیل چیکار کنیم چیکار نکنیم، این الان ما رو میذاره کبود میکنه. یه فکری به خاطرم رسید، گفتم آقا کاری نداره که، پنج دیگه پنج و نیمه، من یه یک اولین اضافه میکنم. آها. همه چی هر میشه. خب این کار خوب من یه یک بعد اضافه کنم. گفتم که فامیل تو که داری یک اضافه میکنی، خب یه دو اضافه بکن. آقا ما طمع کردیم دو اضافه کردیم با اون فامیل، نمیدونم کجا فامیل، معرف فامیل، مدیر فهمید، ناظر فهمید، همه بچه ها مدرسه فهمیدن. تا یه هفته همه سر صف گفتن نگاه کنید یکی که تقلب هم میکنه دو اضافه کرده. همه میخندید. همه با من گفتم من چجوری هم دوباره میگم. تو چطور اون موقع نمیدونستی؟ باید تا 20 دیگه مثلا نمرات دیگه 25 نداریم. اگه میدونستم این عدد و رقم ها رو که ریاضی 5.5 نمیشدم که. من علاقه به عدد و رقم نداشت از همه بچه که اگر من به عدد و رقم علاقه من بودم الان بیلیاردر بودم. اینجوری نبود که اوزه. بله بله. خوهر در پیت خوهر در پیت دیگه چیه؟ چی شد آقا میری؟ خوهر در پیت چیه دیگه؟ خوهر در پیت کیه؟ خوهر در پیت خوهر در پیت دیگه. خب این بچه چرا داره اینو میخونه؟ همه رو خونه فامیل همه چی آدم می نویسه به نمیدونم. آقای ما این خواهر در پیر خیلی هم زشت بوده. کی گفته همچی چیزی بوده؟ کی گفته؟ من اگه بخوام عاشق بشم که نمیرم تا عاشق خواهر در پیر بشم که. آقا این چه حرفیه تو داری میزنی؟ من اصلا دوبار میتونم برم خواستگاری این آدم زشت؟ خجالت بکشم؟ خب چرا دوبار؟ دفعه اول خب جواب رد دادن. من آقای ما این دوبار من به در پیر رفتیم خواستگاری، دفعه اول که من رفتم جواب رد دادم بهش. خدا رو در زدم. تو جواب رد دادی؟ باره تا در باز کرد به دختره گفتم نه، در رو بست. من دوباره در زدم، یعنی چند روز بعد دوباره دستگار گران در زدم، در رو باز کرد، من دوباره بهش جواب رد دادم. یه بار دیگه هم با پدر مادر رفتیم، دوباره من جواب رد دادم. بله قبول کردم. بعد برمیداره می نویزه تو دفتر خاطرات من، بعد خواه منه دیگه.
تو دفتر خاطرات شما نوشتید. آقا من نمیدونم اینا چرا میخونن، بهشون یاد بدین اگر یواشکی میخونن صفحات بعد و قبلش هم بخونن. یهو میام میگم خواهر در بیت، خواهر در بیت، یکی ندونه فکر میکنه که من خاطرخواه خواهر در بیت بودم. اینو تو دوره بفهمی چی میشه. وای قومی دوره دوره نخونده. اگه دوره بفهمی چی میشه. خب ازدواج کردین که هر چی بوده مال گذشتهتون بوده، ایرادی نداره که گذشته رفته خواستگاری، چیز بدی نیستش. اینقدر به خودت چیز نم، آرامش داشته باش، مطلب مهمی نیست. باشه باشه باشه. آره؟ آرامش داشته باشه که داری به من میگی. آره. اگه من دفترچه خاطرات خودتون رو بخونم شما آرامش داری؟ اگه آرامش داری بیار من بخونم. بر بیار بخونیم دیگه. من بچگی آرزو بوده که دفترچه خاطرات شما رو بخونم. آیا این آرزوی درست نیست؟ نه کلن که اصلا کار زشت و بدیه آدم میخواد بره دفترچه خاطر دیگران رو. اگر اجازه بدن ایرادی نداره، ولی چیز خصوصیه، چیز شخصیه. من همینو میگم آقا، ما این اول باید در زد. من فقط یه سوال دارم. چی شده؟ این بچه تو که این دستش بود چی؟ اما چی؟ دست در نکنه عزیزم. دست نکنه خوشگل بود، خوشگل مشکل. خوشگل خب برو نقاشی بکش دیگه توش. اما بله ببینم اسم تو... مادر من چیه؟ اسم مادر شما اسمش دوره خانومه. دوره؟ آره. جدی؟ بله. پس گلدور چیه؟ چی؟ گلدور. گلدور کیه؟ برا گلدور, گلدور دورپور؟ برا برا. خب میشناسیش؟ من؟ برا من نه. کی گفته؟ گلدور کی؟ همه میخندیدن بچه به خوشحال شده بودن. نه مادر مامانت که دوره خانومه تو رو اینقدر دوست داره، تو برو نقاشی بکش. ببینم من یه سوال ازت بپرسم، ایراد نداره؟ دوست داری بپرسم ازت؟ بفرما عزیزم بخون. تو بلدی بخونی اینا رو؟ چه شده؟ اینا رو بلدی بخونی؟ این چرا به عقل خودم نرسی؟ این بچه سواد نداره آقای مجری. بله بلد نیستی که. بیا اینجا ببینم. اینو با کی میخوندی؟ با همدیگه میخوندیم؟ با یه بچه دیگه ای؟ آفرین، خیلی خوب، برو نقاشی بکش. ای بره، برو، ای بره، ای بره، ای بره، برو برو، ای بره. بابایی بیا اینجا، بابایی بیا اینجا. لو رفتیم. این چیزی که شخصیه من نمیدونم. بعضی بعضیا سرک میکشن تو زندگی، تو زندگی به نظرم میاد کار جالبی نیست. خب شما بفرمایید برای من که این بچه‌ای که الان این کارو کرده، یعنی میدونی چیکار می‌خوای بکنی؟ نایس تو میلیو دادی. تو سیر داغ، من با شما کار دارم دری. من با شما کار دارم. نایس تو میلیو دود. بابایی حالت خوبه؟ اگه بابایی اگه لو رفتیم. بله شما خودت بگو چرا اینو خوندی؟ این مال فامیل دوره. شما نباید این کار نباید این کار میکنی. من خوندم. اوکی اگه به جون مادرم من ور نداشتم یک، اگه داداشی دستش بود هیچکی بلد نبود بخونه، که خواهی بود یکی گاو بود، هیچکی سواد نداشت، من گیر کردم، من مجبور شدم. اگه من نمیدونم تو باید خوده چی میخندی؟ سیردا به جای معذرت خواهیت میخندی؟ اوکی معذرت میخوام، ولی ددی راست کن. چی؟ ددی راست میگه. میگه راست میگه فامیل دو. چی راست میگه؟ من راست میگه. اگه سیبیل تو راست میگه سیردا ببینم. سیبیل من چیه؟ تو این نوشتی؟ نه آقای مهیری، من تو این نوشتی؟ من نه، چون که شبیه خودمه، شما شبیه خود من هستید احتمالاً چیز کار اشتباهی کرده، وگرنه من اینقدر چی میگن نمک میخورم، نمک دون میشکنم که بیام بنویسم که سیبیل آقای مهیری شبیه دنبه نهنگ میمونه. شما برو، من اینو بنویسم که یکی ندونه فکر میکنه که دماغ آقای مهیری لونه نهنگ رفته تو لونه خوابیده دمش مونده بیرون. اینو ما بنویسم چی نوشته بود؟ نفهمیدم یه بار. شما قسمت بعد رو ببینید، در خدمتتون هستیم. شما آقای مهیری هستیم در خدمت. چی من چی شده سیبیلم شده؟ من در مورد سیبیل شما نبود، من گفتم که سیبیل شما نه، سیبیل من شبیه دنبه نهنگ، یکی ندونه فکر میکنه که دماغ من رونه نهنگ رفته و چه خوابیده دومش برده بیرون. فکر میکنم سارت
چیزه، یکی ندونه فهم کنه فامیر اینجوریه. خیلی خوشحالیم در خدمتتون هستیم. شب و شب موقع آرامش و آسایش و استراحت و خوابه. موقع خوابم بهترینه برای بچه‌ها قصه بگیم که بچه‌ها قشنگ خوابای خوب ببینن. ما قصه خوبه، قصه بگو. امشب البته مهمان هم داری. خجالت میموشی آیه همساده مهمان ما هستن. وای آقا من یه وقت مزاحم نباشم و میخوای یکی خصوصی تعریف کنی؟ نه خواهش بابا، اشکالا داره؟ برای بچه ها ما شبا قصه تعریف میکنیم. خیلی رسم قشنگی هست. آره. وقتی بچه با یه قصه قشنگی با خواب میره ها تا صبح آروم میخوابی. بله بله. اسم این قصه ای که خیلی ممنون که اینجا من را دادین وسط یه خری و یه گوی و یه بچه بدبوی من قبول کردی. راحت کجا قایم زده دیگه، این اتاق خواب ما مثل مشاهات ساخته بوده. دختر همزایی و نمیدونم خوره بخر و قیقی و همه کبای جاوی خواب. خواب آقا میشه گاور زیاد نخندونین؟ چرا؟ میخندی یک بوی از درش بیاد و هر خندش 3.5 سال از عمر ما کم میشه. شما مسواک نزدی؟ شما مسواک نزدی؟ مسواک؟ نزدی؟ خوردم. ببین شو شده بوده؟ دیگه این کار رو مسواک قبل از خواب مسواک. مسواک بذار. خب آقای حمیسا این اومدم مسواک چی؟ چقدر بعضی رفتارو قشنگ هست آقای بجی، خوشش میاد. بخوابیم مچو، بخوابیم. Sweet dream. شب بخیر. شب بخیر. شب بخیر. دختر همسایه هستن که پیش ما هستن شبا. پدر مادرشون خیلی به ما اطمینان دارن و اکثرا مهمونی تشکر دارن. مدیس امام تعطیل نیست. ببخشید من صبح زود بیدار میشم. شب بخیر. شب بخیر. شب خوش. تو به عین قصه رو بگو. قصه اسم قصه هست. کدوی قلقل زن. قصه یه پیرزنیه که میره توی کدو تا حیوانا نخورنه. توی کدو؟ آره، حالا براتون میگم قشنگ. یه پیرزنی بود، خاله پیرزنی بود که این یه دختر داشت که دخترش ازدواج کرده بود با شوهرش و بچهش و اینا بالای یه کوهی زندگی میکردن. آقای موزی؟ بله. یه خبر به شما بدم؟ بفرمایید. امسالی که شده ها بله. دیگه مثل اینکه فرشتیجون امساله دیگه عروس خاله ما میشه. امیدوارم امیدوارم این فرشت بخواهم عروسی بگیرن دیگه. بله خوبه خیلی. آرزو میکنیم برای همه جوان ها که سعادت من بشن و خانواده دار بشن و دور هم بشن. من یه اصخایی کوچیک هست بخوا، این جریان فرشتیجون با بچه خاله این دختر رو جدی هست؟ یعنی ممکن به ازدواج خط بشه؟ والله ما آره آره ما نه ایشون رو دیدیم نه، فقط همین دختر همسایه برای ما تعریف میکنه. ما اصلا نمیشناسیم. حالا الان شاید جوش نباشه ولی بعدا یه وقتی بذار مفصل من یه چی باید به شما عرض کنم. چشم. بالاخره زندگی دیگه هم هستن که اونم باید سر سامون برسی. چشم. بفرما. خلاصه این خاله پیرزن گفت بلنشم برم دخترم رو ببینم. راه افتاد داشت میرفت از کوه بالا. Climb every mountain. آره دیگه. Climb every tree. آره داشته میرفته بالا و یهو میرسه به یه گرگی. آخه به کی میگه؟ نه حالا مثلا نه به یه حیوان بعدی مثلا حیوانی که مثلا خطرناک بوده. گرگ. آره دیگه. لولو. خلاصه اون میگه که من میخوام تو رو بخورم. چی میگه؟ من بخورم؟ آه نه
گرگه میگه که میخوام بخورم به پای پیرزن. میگه میخوام تو رو بخورم. آخه واسه چی؟ برای اینکه گرگ بوده دیگه. آره اگری. خیلی خوب. یه چیزی دیگه بوده. آره. من بودم. من میگم بخورم. پیرزن بوده. حال پیرزن خب زرنگ بوده. خیلی زرنگ بوده. پیرزن زرنگه. شما بذار من برم خونه یه دخترم. مرغ بخورم. چلو بخورم. پلو بخورم. مرغ و فسنجون بخورم. خورش بادمجون بخورم. چاق بشم. چله بشم. بیان. تو منو بخور. یعنی چی؟ اینم نگاه کردید. آره این که پوست و استخونه و خیلی کوچولو و اینا. آره اینو بذارم بره چاق بشه که من بتونم چیزی بخورم. این که دوستم بگم. خب پس پیرزنون را افتاد برای خونه دخترش اینا. بله اینجور که شما تعالی رفت رفت بالاتر دید یه شیری وایساده. شیر میخوام. شیر فردا صبحونه بسرم. آی بازی. بله ببخشید ولی یکی از اون چیزایی که تو امروز این فرسی جون نتونست عروسی بکنه اینه که دراز شده خاله من زیاد نره خونه فرسی جون اینا. چرا؟ و دیگه فرسی جون گفته اجازه بدین قبل از اینکه ادامه قصه من یه سوال برام پیش اومده. بله خب یعنی پس فردا از مثلا حالا زد و مثلا ما با فرشته جون نسبت پیدا کردیم. بله این مادر ما مثلا میخواد بیاد 5 دقیقه بچهش بینه ما باید از عروسش بترسه؟ نه صحبت کنی حل میشه خب یعنی این مادر این پسرشو بزرگ کرده احترام مادر شوهر رو عروس یعنی واجب نی؟ بچه ها به نظر شما احترام مادر شوهر واجب هست یا نیست؟ به نظر من واجب هست. بفرم پس چه فرشته جون خواهی جو برخورد کن از اول خونوادگی؟ صحبت کنی حل میشه. هنوز که شما اصلا ندیدینش که اصلا نمیدونم اینا رو میدونم میگم پس فردا شایستی ها؟ بله خب بله صحبت کنی حل میشه. مادر شوهر میخوام. الان نداریم که حالا ازدواج بکنم ببینیم چجوریه. ببینیم مادر شوهر چی هست من بخورم. بچه ها من براتون بعدا قشنگ میگم. خب پیرزن این همه زحمت کشید بچهش از آب و گل در آورده میخواد بیاد بشین پاش دراز بکن عروس یه لیوان شربتی براش بیار این باید مثلا ابرو نازک بکنه حالا برای بچه او آخه هنوز اتفاقی نیفتاد آقا شما چرا عصبانی میشی؟ صحبت کنه حل میشه اجازه من مادر شوهرم کیه؟ شما حالا باید بزرگ بشی بعدن اینا رو بفهمی هنوز الان نمیفهمم الان کوچولویی هنوز خب منم بزرگشم مادر شوهر میشم نه نمیشین اینا رو میفهمید چه جوریه خب اوه این دخترای دورو زمونی چرا اینجور با این مادر شوهر رو این مادر شوهر انگار بد کرده به اینم من نمفهمم آقای همسایه میخوای این صحبت رو خصوصی خودمون با هم دیگه بکنیم بچه ها دوست دارن قصه بشنون الان چی مرد بابا تعطیل بابا تعطیل چی؟ تعطیل یعنی که شما میتونی بری بازی بکنی بری قشنگ جاهای بگردی بچه فامیل بچه برای این پتر مزار تو جاش وای میسته بابا این بشی سر جا دلا کنار منی میزنم پسن گردن بخوابین دیگه آفرین این رستن رو بگو دیگه خب حال پیرزن رسید به یه شیری شیره میخواست بخورتش بعد پیرزن گفت آخه مادر جون من که پوست و استخونم تو برای چی منو میخوای بخوری؟ بذار من برم خونه یه دخترم مرغ بخورم من خیلی عذر خواهی میکنم که وسط قصه شما اینجور معترض میشه عذر خواهی بکنم ولی من احساس میکنم روایتی که شما از این قصه داری برای بچه ها بگی اون روایت واقعیش نیست چرا این قصه از قدیم همینطوری بوده منم اتفاقا هم از قدیم با بزرگ و من 3 سالم بود این برای من تعریف میکرد ولی نه اینجوری نه ببینید قصه اصلش اینه که یه پیرزنی میره توی یه دونه کدویی و درشو میبنده قل میخوره جلوی این حیوانا اینجور قصه واقعو قصه از اینجوری نیست و چرا قصه جور دیگه روایت شده شما بفرمایید اگه شما بهتر بلدی که خوبه بگه آقای همسایه بچه ها گوش بدین آقای همسایه برای ما یه بسه قشنگ کرد Mr. Neighbor آقای همسایه سالهای سال پیش
یه پیرزنی که یه دختری داشت یه جوی زندگی میگه. به به چه قشنگ میگه. بفرمایید بخوابید. بخوابید. یه پسری از دختر این پیرزن خوشش اومه، بالای کوه زندگی میگه. پیرزنو دخترو به این پسرو شوهر داد، ازدواج کرد. عروسی. بله. یه شب گفت خب ما احترام مادر زن واجب هست، بریم خونه دومادمون پامون دراز بکنیم یه شام بخوریم. بله. رفت بالو، تو را یه سه چهار تا حیوان به این حمله کردن. بله. ولی اینا را یه جوری گول زد، رسید به خونه دومادش و دخترش که سه چهار هفته کنگر خورد، لنگر انداخت. یعنی چی؟ حالا بیدو جاش ببینید، یعنی خورد و خوابید و اینا چاق شد. بچه خب برگرد خوره بود، یه قدر ممکنه تو زشت هست برگرد خوره ببینید دوستای زنها اونا ببینید بکنه اونا سر. بله میخواسته برگرده ولی خب بله. حیوان ها سر راهش بودن. ولی گفت سر روی من این حیوان های وحشی ها یه کدوی آورد. او یه جو از او اختلافات من با شما تو این قضیه هست. بله. این کدو هست نه کدو. کدو حالا شما میگین کدو. کدو. نه یعنی کدو هست شما میگین کدو ولی بله. کدو هست. اینه کدو گنده تره یا کدو؟ کدوم کدو؟ هر دوتاش یکیه. کدو. مثل جیگر با اونی که دیگه. هر دوتاش یکیه. یکی. فقط آره دو جور. جیگر با اس؟ آره دیگه آره مثلا فهمیدم من اسبم. یه کدو ایر خالی که جستوش درش بس از بالوی کدو خودش قل 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 داد پایین. آقا چی تو از کسی تعریف کردی؟ خیلی قشنگی بچه گوش بدین قل میخورده میرفته پایین خیلی بامزه. از اون بالا و کو آروم قل 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 خورد اومد پایین، در کدو رو پیرزنو قفل شد، اکسیژن از لای منفذ کدو نمیرسید به پیرزن. پیرزن آروم آروم شروع کرد به کبود و کبود تر شدن. نفس پیرزن اون بالا نمیمد، هی خودشو میکوبید به این در و دیوار. کدو رو گفت کمک یکی من نجات بده، یه شیری کدو رو ولش که وزداندش منجش تا دست کرد تو کدو، چنگالاش از لای کدو میوتو زنو میخورد به این در دیوار و این چنگالاش کبود و کبود تر میشد. یه لغتی زد تو کدو افتاد تو یه چشمه پایین کوه از منفذ ای کدو رفتو. پیرزنو تو کدو دست پل میزد، دست پل میزد امنم تو نو بجاده دست پل. نه اینجور نیست آخه. رسید به ساحل گفت نجات پیدا. آره اینجور نیست اینجوری که شما تعریف کردین نیست. نجات پیدا کرد الان نجات پیدا میکنه اینجوری دست پل گوش بده گوش بده قشنگ نجات نه ابرهای سیاه و تاریک و دهشتناک فضای چشم سار رو پوشوندن. تش برق و رعد و برق در فضا مستولی شد. چی شد؟ مستولی؟ درختان سایه های وحشتناک خود را انداختن رو کدو. از ما میترسیم اصلا شب نیستش که قصه روزه. از دور چی شده؟ چی شده؟ از دور چی شد؟ مرد گنده هیکلی من؟ نه یه مرد بزرگ من نمیم مثلا این قصه رو از دور داره میاد آقا مایری تبر به دست گام به گام به کدو نزدیک شد. گاف به گاف 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 تبر شبرد بالو. نه 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 تبر برد بالو بر کدو فرو آبو. نه 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 کدو رو برد توی یه جنگل مدن کلبه. نه 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 نه
هفت و زامبی به پیرزن و هم میگرفتن پیرزن و میگفت کم بده زامبی ها خلش میدادن و ولش میدادن گوزیلا علیه گیدورا به پیرزن و هم من میخوام برم کمک پیرزنه من میخوام برم کمک پیرزنه آتش میباری بچه ها خیلی خوب آروم باشه میگم تیش گرفتم 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 Thank you.